خبر تازه و فوری. اولین دستورات از قوانین عمومی طالبان کمیسیون شریعت اعلام شد. منبع خبررسانی رویترز. اولا ممنوعیت موسیقی در مراکز تجارتی و هتل‌ها و ماشین‌ها ممنوع است و 5 روز پس از صدور این اعلامیه اگر نوار موسیقی دار در مغازه پیدا شود صاحبش زندانی خواهد شد، مغازه هم تعطیل خواهد شد. این فرد وقت آزاد خواهد شد که 5 نفر ضامن او شوند. این حکم درباره هر ماشینی که در آن کاست موسیقی ضبط شود هم جاری است. دوم ممنوعیت تراشیدن ریش. از 1 ماه و نیم به بعد از صدور این اعلامیه هر کسی ریشش را بتراشد یا کوتاهش کند دستگیر خواهد شد و در بازداشت نگاه داشته خواهد شد تا ریشش رشد کند. سوم خواندن نماز خواندن در مساجد. هنگامی که آذان نمازها بلند شود بر همه لازم است برای انجام فریضه واجب به مساجد بروند و باید مغازه ها و داد و ستد 15 دقیقه پیش از آذان قطع شود و اگر کسی در این زمان در مغازه اش پیدا شود زندانی خواهد شد. وقت آزاد خواهد گردید که 5 نفر ضامن او شوند وگرنه بازداشتش 10 روز ادامه خواهد یافت. چهارم پرورش کبوتر و پرنده بازی ممنوع است و بعد از 10 روز هر کس از این دستور تخطی کند خودش زندانی و پرندگانش ذبح خواهد شد. پنجم ممنوعیت استفاده از مواد مخدر. اگر مصرف کننده مواد مخدر و یا شراب دستگیر شود به زندان خواهد افتاد و بعد جستجوی برای یافتن کسی که مواد مخدر را از او گرفته ادامه خواهد یافت و فروشنده هم مجازات خواهد شد و مغازه اش تعطیل خواهد شد. ششم بازی با بادبادک یا شرط بندی روی آنها ممنوع است به دلیل مشکلاتی که برای بچه ها ایجاد می کند و آنها را از درسشان می اندازد و مغازه هایی که این بادبادک ها را می فروشند باید تبلیغ آن را متوقف کنند. هفتم ساختن بوت. مغازه ها و هتلدار ها و رانندگان ماشین باید هر گونه مجسمه یا تصویر اشخاص را بردارند و هر کس تخطی کند خود را در معرض مجازات قرار داده است. هشتم قماربازی ممنوع است و هر کس در حال قماربازی دستگیر شود 1 ماه زندانی خواهد شد. نهم بلند کردن مو با مدل انگلیسی آمریکایی ممنوع است و هر کس از این دستور تخطی کند بازداشت خواهد شد و مسئولین امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند موهایش را بتراشند و از او دستمزد تراشیدن موهایش را کم بگیرند. دهم گرفتن سود از قرض یا هر معامله دیگر ممنوع است چرا که این مسئله مخالف با دستورات صریح اسلامی است و هر کس از این دستور تخطی کند مدت زمان طولانی زندانی خواهد شد. 11 شستن لباس ها در کنار رودخانه ها توسط زن ممنوع است و هر زنی که از این دستور تخطی کند با رعایت احترام متناسب با اخلاق اسلامی و منزلش بازگردانده خواهد شد اما همسرش یا ولیش به شدت مجازات خواهد گردید. 12 استفاده از موسیقی یا رقصیدن در مجالس عروسی ممنوع است و در صورت تخطی بزرگ خانواده دستگیر و مجازات خواهد شد. 13 استفاده از موسیقی طبل و سازهای سنتی کوبایی ممنوع است و هر کس تخطی کند علما چگونگی رفتار با او را تعیین خواهند کرد. 14 دوختن لباس زنانه توسط مردها و اندازه‌گیری بدن زنان توسط خیاط مرد ممنوع است و تخطی کننده به زندان خواهد رفت. 15 فعالیت در کال رومالی ممنوع است و رومال‌ها به زندان خواهند افتاد تا توبه کنند و کتاب‌های مرتبط به کارشان را آتش زده خواهد شد. و حالا بپردازیم به یک مطلب تکان دهنده از نخست وزیر اسرائیل در مورد افغانستان. او نوشته است که در سال 2013 توسط وزیر خارجه آمریکا جان کری نزدیک شدم. او مرا به دیدار پنهانی به افغانستان دعوت کرد تا به گفته او آمریکا چگونه یک نیروی نظامی محلی را ایجاد کرد
که تنها در برابر تروریسم سادگی کند. پیام واضح بود. مدل افغانستان مدلی است که آمریکا در پی تطبیق آن در امر فلسطین نیز است. من مؤدبانه پیشنهاد را رد کردم و اصلاحات ارائه دادم. در حقیقت این ایده من تخمین زدم وقتی آمریکا افغانستان را ترک کند همه چیز فرو می پاشد و فرو خواهد ریخت. متاسفانه این روزها این گونه شد. یک رژیم افراطی اسلامی افغانستان را تسخیر کرده و به یک کشور تروریستی مبدل خواهد ساخت که صلح جهانی را به خطر بیندازد. همان نتیجه ای که می گیریم اگر خدای نکرده تنب های وطنی را به فلسطینی ها تحویل دهیم، فلسطینی ها سنگاپور را تأسیس نخواهند کرد. در جودا و سامرا یک ایالات تروریستی بنا خواهند کرد. فاصله کوتاه از مسیر بیجی، تل اویو، کفر، سبا و تنانی همان سیاست اشتباهی که در قبال ایران هم دیدیم. جامعه بین المللی که توافق خطرناکی انجام داد که به ایران انترنشنل تمرین میداد قصد داشت ما را نابود کند. سپس از طرف دوستانمان از من خواسته شد که ساکت بمانم، عمل نکنید و مبارزه نکنید. من هم با این حرف موافق نبودم. ما سیاست تعرض را هدایت کردیم، هم در عرصه عملیاتی و هم در عرصه سیاسی هستم و من توضیح دادم. من علیه همه دنیا از جمله خیلی ها در اسرائیل رفتم و در کنگره آمریکا علیه این توافق خطرناک سخنرانی کردم. وزیر خارجه و نخست وزیر علیفی لاپید به این اقدام حمله کردند. در پایان ما آمریکا را آوردیم که تحریم های سنگین اقتصادی بر ایران اعمال کند و از توافق هسته‌ای خارج شود. اگر اقدامات تعیین کننده ما برای ایران نبود، خیلی وقت پیش آرسنال از بمب‌های هسته‌ای وجود داشت. نتیجه گیری واضح است. دکترای درست سرنخ من این است که برای حفظ امنیت خود نباید به دیگران اعتماد کرد. باید در برابر هر تهدید از خود محافظت کنیم. لاسونانو امروز دولت لاپید عباس بنت دقیقاً برعکس رانندگی می‌کند. راهی که امنیت ما و وجود ما را به خطر می‌اندازد. آنها با سیاست غافلگیرانه علیه ایران موافقت کردند. سیاست خطرناک که آزادی عملیاتی اسرائیل را محدود می‌کند، از دیگران اطاعت می‌کنند و سکوت تندرو در رابطه با ایران این روزها آنها با پشت سر گذاشتن کامل و مضحک رسانه‌های اهلی تلاش می‌کنند تا کسری‌های این حکومت شکست خورده را پنهان کنند. و همان اندازه که شاید سخت باشند، صفر در اعتماد به نفس، صفر در ایالت‌ها، صفر در کرونا، کشورهای در آنارشی. تا کی رسانه‌ها در حضور این آنارشی که فقط هر روز قوی‌تر می‌شود خاموش باشند؟